به نام خدا با عرض سلام خدمت شما دوستان گرامی من حامد باغری هستم کارشناس ارشد علوم اقتصادی با آموزش حسابداری حقوق و دستمزد ویژه بازار کار در خدمت شما هستم این آموزش برای فرادرس تهیه میشه ما در این آموزش میخوایم در رابطه با حقوق و دستمزد مخصوصا مراتب کارکردی حقوق و دستمزد در بازار کار بحث بکنیم و ببینیم که مطالبی که در رابطه با حقوق و مهم هستن چیا هستن؟ اونها رو با هم دیگه یاد بگیریم تا بتونیم علاوه بر آشنایی با موارد قانون کار و موارد حقوق کارگران حسابداری صحیح هم درباره حقوق و دستمزد انجام بدیم. مطلبی که وجود داره اینه که حسابداری حقوق و دستمزد حسابداری خیلی سختی نیست و بین حسابدارها معروفه که جزء ساده ترین ثبت حسابداری و جزء ساده ترین حسابداری ها رو داره ولی نکاتی در حسابداری مهم هستند که میتونن با یک اشتباه مثل حل کردن یه فرمول ریاضی با یک اشتباه کل مسیر ثبت ها و نگهداری حساب ها رو تغییر بدن. بنابراین ما در این آموزش سعی می‌کنیم نکات بسیار مهم و ارزشمند این آموزش رو به شما یاد بدیم تا شما بتونید با توجه به های خودتون و تقویت و مطالعه منابع تکمیلی تبهر خودتون رو در راستای حسابداری حقوق و بالا ببرید. خب بریم سراغ آموزشمون در رابطه با بحث حقوق و دستموز اولی مطلبی که میخوایم یاد بگیریم قانون کاره میخوایم کلا قانون کار رو یه دور یاد بگیریم برای همیشه و ببینیم که قانون کار چیا داره میگه اصلا قانون کار به چه علتی به وجود اومده خب برای اینکه طرفین اتفاق یک کار یعنی کارگرها و کارفرماها بدونن که شرح وظایفشون چیه بدونن که قانونا چه کارهایی میتونن انجام بدن و چه کارهایی نمیتونن انجام بدن برای هر شغلی برای هر اقدامی برای هر ارتباط تجاری و غیر تجاری یک پروتکلی لازمه بستش میدیم به ارتباط خودمون ارتباط شما با پدر و مادرتون یه پروتکلی داره با خواهر و برادرتون یه پروتکلی داره با دوستانتون یه پروتکلی داره پروتکل ها و قوانین متفاوتی برای هر کدوم از این ارتباطات وجود داره قانون کار هم از این مستثنا نیست و فرایند ارتباط بین کارگر و کارفرما هم از این اتفاق مستثنا نیستش خیلی وقتا اتفاق میفته که کارگران به دلیل عدم آگاهی نسبت به قانون کار حقشون پایمال میشه نمیتونن به اون حق خودشون برسن حتی کارفرماها به دلیل عدم آگاهی از تکالیف قانونی و قوانینی مثل قانون کار متحمل جرایم خیلی سنگینی میشن و مجبور میشن که جرایم خیلی سنگینی رو تحمل بکنن و بپردازن بنابراین مثل تمامی همونطور که ارز کردم ارتباطات قانون کار در رابطه با کارگر و کارفرما باید مطالعه بشه و آگاهی داشته باشن هر دو طرف یعنی هم طرف کارگر و هم طرف کارفرما نسبت به قوانینی که در رابطه با قانون کار وجود داره در رابطه با قانون کار تعاریفی که وجود داره اینه که کارگرها یک طرف این موضوع هستند کارگرهایی که مشمول قانون کار هستند و در قانون کار به اونها اشاره میشه همه اشخاص حقیقی محسوب میشن کارگرها که در مقابل دستمزد و اجرت با یک فرد دیگه ای فعالیت میکنن و توانمندی های جسمی و فکری خودشون رو در اختیار اون فرد قرار میدن کارگرها همون افرادی هستند که میرن استخدام یک جایی میشن حقوق میگیرن در مقابل توانمندی جسمی خودشون رو در اختیار اون افراد قرار میدن یکی از موارد مهم هم تو شناسایی کارگرهای مشمول قانون کار الزام وجود یک قرارداد در ساعات مشخص و در نهایت کارگرها و کارفرماها در اون قرارداد با توجه به قوانین قانون کار تنظیم میکنند و مکتوب میکنن که چه اقداماتی باید از طرف هر دو طرفین انجام بشه بنابراین بخش کارگری که میخوایم بحث بکنیم در قانون کار که مشمول قانون کار هست کارگرها هستند از طرفی سرکارگرها هم هستند یعنی سرکارگرها یا حالا بهتره بگیم نمایندگان کارفرماها که در محیط کار و در کارگاه های مختلف دارن فعالیت میکنن و وظایف مختلفی رو دار هستن مثل وظایفی که کارفرما بر عهده اونها قرار میده یه بخشی از این افراد یا نمایندگان کارفرماها به عنوان سرکارگر در خطوط تولید دارن کار میکنن حواسشون به کارگرها هست در رابطه با تولید یه تعداد از این نمایندگان کارفرماها در قالب رابطین در قالب مدیران داخلی در قالب مدیران اجرایی و سایر موارد دارن فعالیت میکنند پس بنابراین در قانون کار زمانی که از کارگر بحث میشه علاوه بر کارگری که ما به ازای یا در ازای دریافت اجرت و حقوق توانمندیهای های خودش رو ام از جسمی و فکری در اختیار کارفرما قرار میده سرکارگر هم همین کار رو انجام میده. کارگر بعدی یا دستبندی بعدی مشاوران هستند. مشاورانی که مشمول قانون کار هستند، افرادی یعنی که خودشون رو به صورت کار مشاوری و کارشناسی در اختیار کارفرماها قرار میدن و در مقابل ارائه کار خودشون و اقدامات مشاوری خودشون مزد دریافت میکنند. در صورت عدم شمول مقررات استخدامی دیگه به رابطه قراردادی بین مشاورها و کارفرماها تحت پوشش قانون کار قرار می گیرن و به نسبت ساعت کار از امتیازات پیش شده توی قانون کار حالا مثل سنوات خدمت و مزایای حین خدمت بهرهمند مند پس ما کارگر رو به این مفهوم در مجموع میتونیم توضیح بدیم و تعریف بکنیم که کارگر فردیه که توانمندی جسمی و فکری خودش رو در مقابل یا در ازای دریافت حقوق یا در ازای دریافت اجرت در اختیار کارفرما قرار میده حالا بریم سراغ قانون کار و ببینیم که قانون کار چه مواردی رو داره به ما توضیح میده چون خیلی مهمه یک حسابداری که داره تو فرایند حقوق و دستمز کار میکنه بدون استثنا باید حتما 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 در قانون کار بند به بند اون تبهر کاملی داشته باشه تا بتونه از حقوق کارگرها و البته از حقوق کارفرماها دفاع بکنه پس ماده اولمون همه کارفرماها کارگران کارگاه ها و مؤسسات تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی رو مکلف به تبعیت از قانون کار میکنه ماده دو ما کارگر رو توضیح میده که توی اسلاید قبل به اون اشاره کردیم توی قانون کار و میگه که کارگر از لحاظ این قانون کسیه که به هر عنوان در مقابل دریافت حق و سعی ام از مزد حقوق سود سهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما میاد و کار میکنه بنابراین در قانون کار از حقوق دستمزد یا اجرت به عنوان حق و سعی یاد میشه کارفرما شخصیه که میتونه حقیقی باشه یا میتونه حقوقی باشه در قالب شرکت فعالیت کنه یا شخص حقیقیه که میره سراغ کارگر از کارگر درخواست میکنه و کارگر به درخواست کارفرما میاد و در محل مورد نظر کارفرما کار میکنه و حق و سعی دریافت میکنه مدیران مسئولها و به طور کلی همه کسانی که وظیفه اداره کارگاه ها رو دارن نه کار توی کارگاه ها وظیفه اداره کارگاه ها رو دارن هم نماینده کارفرما محسوب میشن و کارفرما مسئول همه تعهداتی که نماینده های کارفرما در قبال کارگر به عهده میگیرن اونها رو عملی بکنه تمامی تعهداتی که نمایندگان به کارگرها میدن کارفرما مسئول عملی کردن اونها هستش در صورتی که نماینده کارفرما تعهدی رو خارج از اختیار خودش و خارج از هیته وظایف خودش تعهدی بکنه و کارفرما اون رو قبول نداشته باشه نماینده کارفرما در مقابل خود کارفرما زامن هست و زمانت اجرایی اون قضیه با نماینده کارفرما هستش کارگاه یکی از تعریفات خیلی مهمه محلیه که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده اون در این محل داره فعالیت میکنه کارگاه میتونه جاهای مختلفی باشه میتونه مؤسسات کشاورزی باشه مؤسسات صنعتی معدنی باشه ساختمون باشه مباحث ترابری باشه مسافربری و خدماتی باشه تولیدی و هر جایی که عقدی یا قراردادی بین کارفرما و کارگر میتونه اتفاق بیفته و محل فعالیت اونجاست اصطلاحا کارگاه نامیده میشه ماده پنج قانون کار به ما میگه که همه کارگرها کارفرماها نمایندگان کارفرماها و کارآموزان و البته کارگاه چون یکی از ارکان قانون کار دیگه کارگاه ارکان قانون کار رو اگر نام ببریم میتونیم بگیم کارگر، کارفرما و کارگاه یکی از ارکان قانون کار هست هم. پس همه کارگرها، همه کارفرماها، همه نمایندگان کارفرماها و کارگران حتی کارآموزها و کارگاه هایی که در اونجا فعالیت اتفاق میفته مشمولین مقررات قانون کار نامیده میشن و مشمول مقررات قانون کار هستند بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شیش اصل دو و اصل نوزده بیست و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبار فرد به کار معین و بهره کشی از افراد دیگه ممنوع هستش و مردم ایران فارغ از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردار هستند رنگ نژاد زبان و مسائلی مثل اینها نمیتونه امتیازی رو افزایش بده در رابطه با فردی و رنگ و نژاد و زبان بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مزیتی یا تمایزی بین افراد قائل نمیشه امتیازی برای افراد نیست و همه افراد هم از زن و هم از مرد گرفته یکسان در حمایت قانون کار و قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار دارن مگر اینکه شغلهایی باشند که مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران باشند در غیر این صورت هر کسی حق داره شغلی رو که دوست داره یا هم مایل به فعالیت در اون شغل هست رو انتخاب بکنه ماده 7 قانون کار در رابطه با قرارداد کار بحث میکنه و میگه که قرارداد کار یه قرارداد یا شفاهی یا کتبیه که کارگر در قبال دریافت یه حق و سعی یا حقوق یا مزایا برای یه مدت موقت یا یه مدت غیر موقت برای کارفرما کاری انجام میده. بنابراین در رابطه با قرارداد کار ما نکته ای که باید به اون توجه بکنیم اینه که ماده هفته قانون کار داره اشاره میکنه قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی. پس قرارداد کار قرارداد کتبی یا قرارداد شفاهی هستش. طبق تبصره یک ماده هفت قانون کار حد اکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت اونها کارهای غیر مستمر هستش توسط وزارت تاون کار و رفاه اجتماعی تهیه میشه و به تصویب هیئت وزیران میرسه و توی کارهایی که طبیعت اونها مستمر ماهیتا مستمرن در صورتی که مدتی توی قرارداد ذکر نشه قرارداد دائمی تلقی میشه کارفرماها موظفند به کارگران خودشون با قرارداد موقت به نسبت مدت کار کرد مزایای قانونی پایان کار به معخذ هر سال یک ماه آخری مزد پرداخت بکنن پس این موضوع رو باید کارفرماها دقت بکنن که در رابطه با کارگرانی که قرارداد موقت با اونها دارند به نسبت مدت کار کرد باید مزایای قانونی پایان سال رو به اونها بدن. شروطی که توضیح داده شد در رابطه با حد اکثر مدت موقت یا کارهایی که جنبه مستمر دارن غیر مستمر دارن و قراردادهای بیش از سی روز و کارفرماها در صورتی نافذ هستند بر اساس ماده 8 قانون کار که برای کارگر مزایاش کمتر از امتیازات مقرر توی این قانون کار نباشه پس همه شروط تا زمانی نافذه که کارگر متضرر نشه و حقوق مزایایی که داره میگیره کمتر از اون موضوعی که قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده نباشه برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد شرایطی وجود داره مثل اینکه مشروعیت مورد قرارداد حتما باید رعایت بشه معین بودن موضوع قرارداد و عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر یه نکته ای که در رابطه با ماده نه قانون کار زیاد دیده میشه اینه که در زمان عقد قرارداد بستن قرارداد بعضی مباحثی توی قراردادها میاد که اون مباحث به ذات ممنوعن و به ذات مشکل دارن بهتره بگی مثلا جرمن یا خلاف اصلا اون مطلب رو گنجوندن در قرارداد بنابراین در بعضی جاها مثلا دیده میشه که قرارداد بسته میشه بین کارگر و کارفرما موضوعاتی توی قرارداد هست که هیچ زمانت اجرایی نداره اصلا این موضوع ممنوعه نمیشه توی قرارداد آورد هر دوتا طرف اینم امضاش کردن و حالا کارفرما مثلا با توجه به اون بند داره فشار میاره به کارگر اعمال فشار میکنه دوستان ببینید بر اساس قانون قضایی ایران و قانون حقوقی ایران و البته قانون مدنی ایران تنها مواردی زمانت اجرایی داره توی قرارداد که مقایره با قانون نباشه یعنی ممنوع نباشه خلاف نباشه اشتباه نباشه مثلا شما برید برای دزدی قرارداد ببندید این اتفاق جرم خلافه و نمیتونید توی قرارداد به اون اشاره بکنید و استناد بکنید بنابراین مشروعیت مورد قرارداد خیلی مهمه باید مشروعیت داشته باشه وگرنه حتی اگر توی قرارداد امضا هم شده باشه زمانت اجرایی نداره اصلا فرایند فرایند اشتباهیه و هیچ کارفرمایی نمیتونه کارگرش رو با اونها تحت فشار قرار بده و برعکس برعکس هیچ کارگری نمیتونه کارفرمای خودش رو تحت فشار قرار بده با اون بندهایی که توی قرارداد گنجونده میشه قرارداد علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید مطالب دیگه رو هم شامل بشه نوع کار باید توی قرارداد ذکر بشه که کارگر باید به اون مشغول باشه کارگر باید چی کار بکنه؟ به صورت شفاف باید مشخص بشه حقوق یا مزد مبنا و مزایای دیگه که وجود داره باید توی قرارداد ذکر بشه باید به صورت شفاف توی قرارداد یا ساعات کار کارگر تعطیلات کارگر مرخصی هایی که وجود داره باید توی قرارداد گنجونده بشه مثلا خیلی از شرکت ها خیلی از کارفرماها یا بهتره بگیم کارگاه ها زمانی که با کارگران خودشون قرارداد میبندن توی قراردادشون اشاره میکنن که روزهای تعطیلی برای شما روزهای مثلا جمعه الزامن نیست با توجه به ماهیت کارمون شما مثلا یک هفته شنبه تعطیلید یک هفته یک شنبه تعطیلید یا مثلا دو شنبه ها کلا روزهای تعطیلی هفتگی شما محسوب میشه بنابراین ساعات کار تعطیلی ها و مرخصی ها رو حتما باید توی قراردادمون بگنجونیم محل انجام کارمون محل انعقاد قراردادمون تاریخ انعقاد قراردادمون مدت قرارداد که چقدر باید باشه موارد دیگه ای که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب بکنه و شرایط و نحوه فسخ قرارداد رو هم باید توی قراردادمون ذکر بکنیم طبق ماده 11 طرفین میتونن با همدیگه توافق بکنن یه دورهی کارگر بیاد آزمایشی برای کارفرما کار, کار بکن. توی این بازه یعنی بازه ای که کارگر داره آزمایشی کار میکنه هر کدوم از دو طرف هم کارگر هم کارفرما بدون اختار قبلی و بدون اینکه ملزم به پرداخت خسارت باشن میتونن رابطه یا قرارداد یا اصطلاحا این ارتباط کاری رو قطع بکنن و اگر قطع ارتباط یا قطع رابطه کاری از طرف کارفرما باشه کارفرما ملزم هستش که حقوق تمام دوره آزمایشی رو پرداخت بکنه و اگر کارگر رابطه رو قطع بکنه کارگر مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه مثلا کارگاه فروخته بشه کارگاه جدیدی خریده بشه کارگاه انتقال داده بشه به جای دیگه شکل و ماهیت کارگاه عوض بشه نوع تولید عوض بشه و ادغام بشه با مؤسسات دیگه و غیره در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشون بسته شده قطعیت پیدا کرده تأثیری نداره و کارفرمای جدیدی اگر اومد قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق هستش و نیازی نیستش که قرارداد جدیدی الزامن با کارفرمای جدید تنظیم بشه و ماده 13 داره به ما اشاره میکنه در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام پیدا کنه مقاطع دهنده مکلف هستش قرارداد خودش رو با مقاطع کار به شکلی تنظیم بکنه و امضا بکنه که مقاطع کار متحده همه مقررات قانون کار رو در مورد کارکنان خودش اعمال بکنه. در رابطه با مقاطع کار ما میتونیم بگیم که مقاطع کار مشابه همون پیمانکار هست یا همون فرایند پیمانکاری رو داره بحث میکنه یا فرایندی مشابه پیمانکاری که یک نفر مسئولیت اجرای یک پروژه رو بر عهده میگیره در قالب پیمانکار و کارفرما قرارداد رو با این فرد میبند. در رابطه با تعلیق کار ماده چهارده قانون کار به ما میگه اگر به واسطه امور انجام شده انجام تعهد یک فرد یا یکی از طرفین موقتا متوقف بشه یعنی با توجه به شرایطی که توی قراردادمون وجود داره و اتفاقات دیگه اگر انجام تعهدات از طرف یه فردی متوقف بشه قرارداد میره تو حالت تعلیق و بعد از برطرف کردن این قضیه قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت هم از لحاظ بازنشستگی و هم از لحاظ افزایش مزد به حالت اولیه برمیگرد در مواردی که به واسطه قوه قهریه یا حوادث غیر قابل پیش بینی، حوادث غیر مترقبه که اتفاق افتادن اون خارج از اراده طرفین هستش. یه بخشی از کارگاه تعطیل بشه یا همه کارگاه تعطیل بشه و قرارداد بین کارفرما و کارگر و تعهدات کارگر و کارفرما به صورت موقت غیر ممکن باشه انجام دادنش، قراردادهای کار با کارگران و افراد مشغول به کار اون قسمتی از کارگاه که تعطیل میشه به حالت تعلیق در میاد و تشخیص این اتفاق که بر اساس قوه قهریه یا حوادث غیر مترقبه بخشی یا تمامی کارگاه ها غیر فعال شدن تشخیص این اتفاق با وزارت تابون کار و رفاه اجتماعی هستش توی ماده 16 در قانون کار اومده که قرارداد کارگرهایی که مطابق این قانون میرن از مرخصی تحصیلی یا سایر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده می‌کنند در طول مرخصی و به مدت دو سال به حالت تعلیق در میاد بنابراین افرادی که از مرخصی تحصیلی استفاده می‌کنند میتونن که به مدت دو سال قراردادشون رو معلق بکنن و بعدش میتونن برگردن و به قرارداد ادامه بدن قرارداد کارگری که توقیف میشه و توقیف این فرد منجر به حکم محکومیت برای ایشون نمیشه در بازه توقیف معلق میشه و کارگر بعد از رفع توقیف خودش به کار خودش بر میگرده و کار خودش رو انجام میده اگر توقیف کارگر به دلیل شکایت کارفرما باشه و توی مراجع حل اختلاف حکمی برای کارگر صادر نشه اون بازه تعلیق جز سابقه خدمت کارگر محسوب میشه و کارفرما مکلف هستش ضرر و زیان وارده رو به حکم دادگاه به کارگر خودش پرداخت بکنه و مزد و مزایای اون رو هم حتما باید پرداخت بکنه در ماده 19 قانون کار اومده که در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار معلق میشه ولی کارگر باید حد اکثر تا دو ماه بعد از پایان خدمت سربازی خودش برگرده به کار سابق و اگر شغل اون حذف شده باشه یه شغل مشابه به اون کارگاه میتونه مشغول به کار بشه ماده 20 به ما میگه که در هر کدوم از مواردی که گفتم توی ماده 15, 16, 17 و 19 مثل قوه قهری مرخصی های تحصیلی توقیف و دوران خدمت سربازی اگر کارفرما بعد از رفع حالت تعلیق مانع حضور کارگر بشه دیگه کارگر رو نپذیره این اقدام کارفرما در حکم اجرای اخراج غیرقانونیه کارگر حق داره که ظرف مدت سی روز بیاد و به هیئت تشخیص مراجعه بکنه و اگر کارفرما نتونه ثابت بکنه که نپذیرفتن کارگر دلایل موجهی داره کارفرما مکلف به برگردوندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد اون از تاریخ مراجعه به کار ولی اگر کارفرما بتونه اثبات بکنه این قضیه رو بحثش کاملا متفاوت هستش و کارگر به ازای هر سال سابقه کار 45 روز آخر مزد رو هم با توجه به اون اخراج غیرقانونی از کارفرما میتونه عقص بکنه بحث بعدی در مورد قرارداد کار بحث خاتمه قرارداد کار هست ماده 21 قانون کار داره به ما میگه که قرارداد کار به یکی از این روش ها خاتمه پیدا میکنه. یا فوت کارگر یا بازنشستگی کارگر یا از کارافتادگی کارگر یا انقضاء مدت قراردادی که با هم بستیم حالا قرارداد یا موقت بود یا عدم تجدید سراحتا توی قرارداد اومده بود. پایان کار توی قراردادهایی که مربوط به کار معین هستش استعفای کارگر فسق قرارداد البته با شرایطی که توی قرارداد ذکر شده و با توجه به این مباحث قرارداد خاتمه پیدا میکنه و به اتمام میرسه بنابراین با توجه به این شرایط قرارداد قرارداد به اتمام رسیده محسوب میشه تموم شده است و هر دو طرف باید تمامی تعهدات پایانی خودشون رو نسبت به قرارداد نسبت به همدیگه انجام بدن در پایان کار همه مطالباتی که از قرارداد کار وجود داره و مربوط به زمانیه که کارگر در محل کارگاه مشغول کار بوده به کارگر پرداخت میشه و اگر کارگر فوت بکنه همونطور که اشاره کردیم یکی از موارد خاتمه کار فوت کارگر هستش اگر کارگر فوت کرده باشه باید تمامی مطالباتی که مربوط به کارگر بود به وراس قانونی ایشون پرداخت بشه تا تعیین تکلیف وراس قانونی و مراحل اداری و برقراری مستمری که سازمان تأمین اجتماعی میخواد انجام بده سازمان موظف هستش پرداخت حقوق متوفا رو به میزان آخرین حقوق دریافتی به صورت علل حساب و به مدت سه ماه به آیره تحت تکفل اون پرداخت بکنه بنابراین بعد از فوت یک کارگر باید روند تعیین تکلیف ورراس قانونی و مراحل اداری اون انجام بشه تا مستمری فوت شده به جریان بیفته و واریز بشه به حساب افراد تحت تکفل یا آیره تحت تکفل ایشون ولی چون این روند احتمال داره که طول بکشه با توجه به آخرین حقوقی که کارگر متوفا داشت دریافت میکرد علن حساب به همون میزان سازمان تأمین اجتماعی به مدت سه ماه حقوق رو واریز میکنه به حساب آیله تحت تکفل کارگر متوفا و بعد از اون از حالت علل حساب در میاد اگر بیشتر بود ما با تفاوتش واریز میشه و اگر کمتر بود توی واریزی های بعد کم میشه و ما بقیه دریافتی های قانونی واریز میشه طبق ماده 23 قانون کار کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری هایی که نشأت گرفته از فوت هستش نشد گرفته از بیماری بازنشستگی بیکاری تعلیق و از کارافتادگی کلی و جزئی هستش یا بر اساس مقررات حمایتی و شرایط مربوط به اونها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود بنابراین کارگر با توجه به قانون تامین اجتماعی دریافت حقوق یا مستمری مربوط به بیماری بازنشستگی بیکاری و سایر موارد رو و آیله تحت تکفل اون مربوط به مستمری ناشی از فوت رو دریافت میکن در صورت خاتمه قرارداد کار یا تموم شدن قرارداد کار کار معین یا مدت موقت حالا فرقی نداره قرارداد تموم شد این قرارداد یا کار معین بود یا مدتش موقت بود و سراحتا نگفته بودن که این اصلاح هم به صورت خودکار تجدید میشه و عدم تصریح تجدید اون وجود داره اگر خاتمه کاری اتفاق بیفته کارفرما مکلف هستش به همه کارگرایی که طبق قانون و مقررات و قرارداد بیشتر از یه سال اونجا مشغول بودن برای هر سال سابقه چه متوالی باشه یا متناوب باشه بر اساس آخرین حقوق معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به کارگر پرداخت بکنه بنابراین زمانی که کار معین یا مدت موقت تموم شد کارگر به مزایای خودش دست پیدا میکنه و کارفرما بر اساس آخرین حقوق باید این مزایا رو واریز بکنه به حساب کارگر ماده 25 به ما میگه هر وقتی قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معینی منعقد شده باشه هیچ کدوم از دو طرف حق فسخ اون رو ندارن پس قراردادهایی که مدت موقت دارن یا قرارداد انجام کار معین هستن این قراردادها رو نمیشه یه طرف فسخش کرد باید هر دو تا طرف اون رو فسخ بکنن و توی اینجور مواقع اگر به اختلافاتی بر بخورن طرف این حیط های تشخیص و حل اختلاف وظیفه رسیدگی به اختلافات ناشی از این مدل قراردادها رو بر عهده دار ماده 26 به ما میگه هر مدل تغییری که به صورت عمده توی شرایط کار انجام بشه اتفاق بیفته که مخالف با عرف کارگاهه یا محل کاره یه تغییر اساسی انجام شده تغییر عمده یا اتفاق افتاده که با عرف معمول کارگاه تطابق نداره بعد از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل فقط قابل اجرا هستش یعنی قبل از اون کارفرما نمیتونه کارگر رو ملزم بکنه که تو این شرایط جدید کار بکنه. اول کارفرما باید موضوع و تغییرات اتفاق افتاده رو به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی برسونه و بعد از اعلام موافقت کتبی اونها بیاد و کارگر رو صراحتاً ملزم بکنه که در این محیط جدید یا در این شرایط جدید کار بکنه. ماده 27 به ما میگه هر زمانی کارگر قصوری انجام داد توی وظایف به خودش و آینامه های انضباطی کارگاه رو که برای هر کارگاه با توجه به اون قوانین استاندارد وجود داره نقض بکنه کارفرما حق داره که در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق رو به عنوان حق سنوات به اون پرداخت بکنه و بعد قرارداد رو فسخ بکنه پس ما گفتیم در رابطه با قراردادهای معین و مدت موقت یک طرفه نمیشه قرارداد رو فسخ کرد ولی اگر کارگری قصوری بکنه یا تبعیت نکنه از آینامه های انضباطی محل کار کارفرما میره سراغ شورای اسلامی کار و با اعلام نظر شورای اسلامی کار مطالبات و حقوق معوقه کارگر رو پرداخت میکنه حق سنواتش رو هم پرداخت میکنه و قرارداد رو یک طرفه فسخ میکنه در رابطه با نمایندگان هم نمایندگان قانونی کارگرها و اعضای شورای اسلامی کار و داوطلبانی که واجد شرایط نمایندگی کارگرها و شورای اسلامی کار هستند در زمان انتخابات توی مراحل انتخابات قبل از اعلام نظر قطعی هیئت تشخیص که هیئت موضوع ماده 22 قانون شورای اسلامی کار هست و رأی هیئت حل اختلاف باید به وظایف خودشون توی اون واحد ادامه بدن و مثل همه کارگرها کار بکنن و وظایف و امور محوله رو باید انجام بدن و شون انجام کامل اون امور محوله هستش بنابراین هم نمایندگان قانونی کارگرها هم اعضای شورای اسلامی کار و داوطلبان عضویت در هر دو تا دستبندی در مراحل انتخاب قبل از اینکه نظر قطعی هیئت تشخیص بیاد فعلا تو همون کارگاه در همون پستی که دارن باید الزامن مشغول به کار باشه بحث بعدی در رابطه با جبران خسارت فرایند قرارداد کار هست و پرداخت مزایای پایان کار ماده 29 میگه که اگر هیئت تشخیص حل اختلاف بیاد و کارفرما رو مقصر بدونه در تعلیق قرارداد کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق رو خواهد داشت یعنی کارگر به دلیل اینکه کارفرما مقصر هست توی تعلیق کار میتونه دریافت خسارت رو بخواد و خسارت رو دریافت بکنه و کارفرما هم مکلف هستش کارگر تعلیق شده رو از کار خودش برگردونه به کار سابق خود اگر کارگاه بر اثر قوه قهریه مثل زلزله سیل حوادث غیر مترقب و یا حوادث غیر قابل پیش بینی مثل جنگ و نظایر اون تعطیل بشه و کارگرها بیکار بشن بعد از فعالیت مجدد کارگاه کارفرما باید کارگرایی که بیکار شدن رو برگردونه به محل جدید کارگاه خودش و برگردونه به همون کاری که قبل از این اتفاقات اونها انجام میدادن بنابراین حتی اگر قوه قهریه باعث از بین رفتن کارگاه بشه بعدش اگر کارگاهی هم ایجاد بشه کارفرما باید همون کارگرایی که بیکار شدن و برگردونه سر کار اگر اتمام قرارداد کار به دلیل از کار افتادگی یا بازنشستگی کارگر باشه خاتمه قرارداد کار اتفاق افتاده دلیلش از کارافتادگی کلیه یا دلیلش بازنشستگی کارگر کارفرما باید بر اساس آخری مزد کارگر بیاد و حق سنواتش رو به میزان سی روز مزد به اون پرداخت بکن ماده سی به ما میگه که اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشه اینجا گفتیم از کارافتادگی کلی اینجا میگیم که کاهش توانایی های جسمی و فکری کارگر باشه که از کار نشأت میگیره و اونو کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان تشخیص میده کارفرما باید هر سال نسبت به هر سال سابقه خدمت دو ماه آخرین حقوق رو به اون کارگر پرداخت بکنه و تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزئی و های ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و قصور کارفرما در وظایف قانونی خودش که منجر به خاتمه قرارداد کار میشه بر اساس ضوابطی هستش که به پیشنهاد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران میرسه بنابراین تشخیص موارد از کار افتادگی کلی و جزئی و بیماری هایی که از کار نشأت میگیره یا فوت کارگر میزان قصور کارفرما باید مشخص بشه و دستور و لمله این موضوع هم به پیشنهاد وزیر تاون کار و رفاه اجتماعی هستش که توسط هیئت وزیران تایید و تصویب میشه